خب همیهنان گرامی، در این قسمت از برنامه میخواییم به خبرهای قیام سراسری در خراسان بپردازیم. در همین رابطه همراه میشیم با آقای محمد قرایی از سوئد. سلام میکنم به شما آقای قرایی، خوش اومدید، بفرمایید گزارشتون رو. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیما آزادی و درود به شهیدان قیام، به خصوص شهدای بزرگوار سیستان و بلوچستان که امروز چهرمش هست. خب همچنین که همه شهرهای ایران رو من الان از سیما می‌دیدم که همه جا شهرها در خروش و قیام هستن، خراسان بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیست و این روزها شب و روز در حقیقت اونجا تظاهرات و تحصن تو دانشگاه‌ها چه تو خیابان‌ها بوده. مشخصا اگر بخوام اشاره بکنم، مثلا همین شب بکنم همه یعنی که صحبت میکنیم تظاهرات باشه، ولی چیزی که تفرهایی که میرسید 18 آبان یعنی همین روز اونجا در حقیقت خیابانهای مشهد مردم با داشتن عکس‌های شهدای مثلا سیستان و بلوچستان چیکار کردن، آمدن و شعار میدادن که در حمایت از کردها، هموطنان کرد و بلوچ، سنند از زاهدان چشم چراغ ایران، یا گفتن که زاهدان زاهدان چشم چراغ ایران. در بخشی که من دیدم که زنهای قهرمان مشهد تظاهرات میکردن، شعار میدادن بر علیه به اصطلاح رژیم، به حدود مرگ بر دیکتاتور میگفتن. همچنین همین شب جوانان قیام آفرین در حقیقت دفتر پایگاه وابسته به سپاه ابوذر رو 8 اکتبر رو دوباران کردن، آتش زدن، آتش کشیدن. روزهای قبل هم تظاهرات های ادامه داشته در خود مشهد. شب مثلا 17 آبان شبانه تظاهرات بود که مردم از توی خونه هاشون شعار می دادن. باز هم دیروز یک دانش آموزی رو من دیدم که از روی پلی عکس این دجال جماران و خود خامنه ای رو با عکسشون رو پرتاب کرد در حالی که شعار بر دیکتاتور میداد. دانش آموزی که هم کلاسیاش بودن هم مدرسیاش این شعار میدادن. بازم شنیدم که پنیرهای روی به اصطلاح پل هوایی رو آتش زدن امشب در مشهد. بعد عرصه و خدمتون که نه تنها تو مشهد بوده بلکه تو سبزوار هم دانش آموز تظاهرات کرده بودند و رژیم در حقیقت صدای من یا خدمتون من بله فرمایید. مقداری بله. مشکل هست در صد ولی میشنویم، صحبتتون رو شنیدیم، در مورد شهرهای مختلف خراسان داشتین میگفتین. بله من صدای خودم برمیگرده. در حال مسئله نیست، من اخبار رو گفتم. اگر اونجا تلویزیون دارین یا موبایلی دارین صداش رو ببندین بعد صحبتتون ادامه بدین. خواهشن. بله خواهش میکنم. چشم. بفرمایید. بله ما خبرهای شما رو الان بهتر شد صدا؟ بله شما معذرت میخوام از شما. نکته دیگه ای داشتین بفرمایین آقای قرایی. بله من فقط میخواستم بگم که اگه صدای من میاد اشاره بکنم به تربت جام. تربت جام که دیروز به اخبارم بود که ایفته مثل آبان خوبگاهش اونجا زندانیان میخوان جلوگیری بکنن از اینکه دوتا زندانی از هم بندارشون داشته بکنن برای اعدام و درگیر میشن با پاسدارا که به شدت سخت میشن. تو اخبار بود که 20 نفر از اونها رو دست با بسته میبرن مشهد برای محاکمه مجدد. شورای ملی مقاومت هم درخواست کرده که از جامعه مدنی اقدام بکنه، اقدام عاجل بکنن و جونشون رو در حقیقت نجات بدن. البته این کاری است که در بسیار زندان‌های رژیم انجام داده، تو تهران و شهرستان‌های دیگه رشتن بود، در خراسان هم بود. و من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار گذاشتید. اخبار زیاد هست ولی به دلیل همین مشکلی که من داشتم لاغر
بهتون خداحافظی میکنم. قربان شما، خیلی ممنونم از گزارشی که دادین بهمون از مجموعه تظاهرات و فعالیت‌های هموطنانمون در قیام سراسری از خراسان. خیلی ببخشید از بابت این نقص فنی که به هر ترتیب به وجود اومد، ولی ما گزارش شما رو شنیدیم. تشکر است. قربان شما، تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.